زمین شماره 1 گرین پارک. کاروان پرسپولیس 29 تیر به تهران برمیگرده از اردوی آمادگی که در ترکیه دارن، دو روز استراحت میکنن، سپس تمرینات خود رو ادامه میدن تا به آمادگی کامل برای حضور در فصل جدید لیگ برتر برسن. تمرین صبحگاهی ارتش سرخ. حواشی که پیرامون باشگاه هستش، قرار گرفتن نام شایان مصلح و سروش رفیعی در لیست مازاد هستش، اما یک نکته‌ای وجود داره، اون هم حسین ماهینی دفاع چپ باشگاه پرسپولیس هست، مردی که به علت مصونیت در اردوی ترکیه حضور نداره و شایعات و حرف و حدیث های پیرامون این هست که در روزهای آینده خبری رو خواهیم شنید پیرامون قرار گرفتن حسین ماهینی در لیست مازاد باشگاه. باید ببینیم که چه آینده‌ای در انتظار باشگاه پرسپولیس هست. تمرین نقاط عصر سرخپوشان به دلیل بارش باران تو زمینی نزدیک کمپ گرین پارک برگزار شد. ببینیم با هم دیگه تمرینات باشگاه پرسپولیس در ترکیه و یک گزارش رو. اما سراغ استقلال هم میریم، استقلالی که همچنان سردرگم هستش در پرونده پروپویچ و مسئولانش میگن که رایزنی کردن و این مشکل رو حل میکنن، اما خطر محروم شدن از پنجره نقل و انتقالات همچنان گریبانگیر باشگاه استقلال هست. یک نکته ای رو که در این زمینه باید بگیم این هستش که اگر استقلال از پنجره نقل و انتقالات بسته بشه، قطعا این پنجره نقل و انتقالات فصل آینده هستش که برای باشگاه استقلال اعمال میشه و ربطی به این فصل نخواهد داشت. اما برای شما صحبت‌های رجبی پیشکسوت باشگاه استقلال رو داریم در خصوص اتفاقات اخیر باشگاه استقلال، صحبت‌هایی که در نوع خودش جالب هستش. استقلال خب خودتون می‌دونید اون چیزی که به عنوان واقعی باید بشین متأسفانه شبکه‌های اجتماعی و این اظهار نظرهای واقعا غیر کارشناسانه که اعلام میشه، اینا رو همش باعث میشه که طرفدار استقلال فقط ببرن تو استرس و نگرانی و باعث میشه که و حتی بیان جلو باشگاه یه حرکت هایی بکنن که نهایتا دودش به چشم تیم فوتبال استقلال میره. امروز هم یه چند تا خبر این پیشکسوت های مسابقه کرد و جالبه هدفشون زدن مثلا مدیر عامل باشگاه خبر ندارن. خب به تیم لطمه میخوره. شما که میگی ما یه روزی بازی میکردیم تو این شرط، خود باشگاه که این همه مشکلات داره، شما هم راه افتادید و دارید هی از این حرفا میزنید. بذارید اجازه بدیم آقا این به قول شیخ بایی این نیز بگذرد، بذاریم ایک ذره ببینیم آخه چه اتفاق میفته. الان مسئله پروپیچ یه بحث نمیدونم پاتوسی اومده، پاتوسی اومده رفته دیگه، حالا چرا انقدر ما جوانایی که میخوام بیان بازی ببخش آقایی که امروز صحبت کردم، من خودت از زمان که از شیراز اومدی ستاره این تیم بودی که میگی باز استقلال بازیکن ستاره بزرگ میخواد، شما همینجا پرورش پیدا کردین دیگه، چرا اجازه نمیدین چارت نیروی جوان که اومده با یه استرس همین الان فکر کنه وای خدای اگه من تو زمین امروز نمیدونم یه تو اشتباه بدم پدرمو میخوان درن، اینا خوب نیست. اینا این جهت در تو مسایم که امروز من الان باشگاه بودم که بس پروپیچ اینا هیچ مسئله چیزی عنوان نشده، احتمالاً داره حل میشه و فکر میکنم پولم بهش انتقال دادن، بعد یه نمیدونم بحث اداریشون انجام بشه. فکر میکنم من تا اینجا که حالا ما را محکوم نکنم اینکه گفتن آی به صورت فلانی گفته آی اون یکی درست میشه نشد، نه من اینکه این چیز که خبر دارم، من کادر اجرایی باشگاه، ولی با دوستانم تو باشگاه صحبت کردم، جای نگرانی نیست. حالا جای اون بازیکنم بازیکن گرفتن
یه تیم تقریبا جوان‌تریه، یه مربی جوونیه. ببین بازی شروع شد آخه چی در میاد که این همه انتقاد، این همه نمیدونم فلان مربی رو میارن آقا بعد ردش میکنن شروع میکنه باشگاه رو به سخره گشتن. آی اصلا استراماچه مسئله مهم در مورد این قضیه پروپیچ و آرزا من که این قضیه‌ای که الان نامه‌ای که اومده و قضیه رو ایسنا و شبکه‌های خبری دیگه بولدش کردن و واقعا چند مسئله دیگه در مورد این قضیه اصلا مهم نباشه. خیال هواداره و از بابت این قضیه فقط میخوام راحت بشه که آیا واقعا محرومیت در کار هست یا خیر. من فکر نمی کنم که با شرطی که اعمال کرد باشگاه و ارتباطات با وزارت امور خارجه و سفارت کشور پروپیچ، فکر می کنم که این تعامل شده. حالا یه مقدار فکر می کنم کار اداره ده و اگه این اتفاق بیفته خدای نکرد یه درسته، خب خیلی خیلی بده. خب نگرانی ها به حقه، ولی وقتی شما نگرانی، ذهنت نگرانه، وقتی انرژی مثبت میدی به سمت و سوی درست میره تا اینکه بخوای فقط و فقط پالس منفی بدی، فقط بخوای بگی که آه چه اتفاقاتی افتاد. نه به نظر من انشالله یه اتفاق نمیافته. امشب تا آخر شب خبرش انشالله خبر خوش برای هوادار میاد، ولی هوادارم به نظرم تیم جوان شده، زیاد گوش به حرف خیلی از آدما نکنن. بعد بالاخره یه مربی جوان بعد ببینیم، شاید اصلا یه دفعه مثل زمان جکیچ که اومد یه مربی جوانی بود یه دفعه تحول ایجاد کرد، اصلا تیم استقلال این رو به اون رو شد، انگار یه وزنه 20 کیلو رو دو شما برداشتن. الان هم اینجوریه، اجازه بدن همه کمک بکنن، جوانایی که دارن به تیم جذب میشن. حالا یه سری رفتن دیگه چیکارش میشه کرد؟ بالاخره یه سری خب مسائل مالی باعث میشه میرن، قراردادشون تموم شده، یه مقدار از مدیریت قبلی اهمال تو نوع قراردادا بوده، ولی بالاخره الان یه شرایطی که امیدوارم که اون روزای آفتابی هم برای استقلال ایشالله شک بگیرم. هم معتقدم استقلال اگر همه حمایت بکنن ایشالله میتونه روزای خیلی خوبی رو داشته باشه.